برای نخستین بار قرار است سرک عمومی ولسوالی آبکمری بادغیس الی شهر قلعه‌نو آسفالت شود. مسئولین اداره فواید عامه در این ولایت میگویند کار زیرسازی این سرک از 3 ماه بدین سو آغاز شده و همچنان جریان دارد. از سوی دیگر باشندگان بادغیس تاکید میکنند که باید تمام راه‌های مواصلاتی که ولسوالی ها را به مرکز این ولایت وصل میکند آسفالت شود. با هم این گزارش را میبینیم. مسئولان در اداره فواید عامه بادغیس از پیشرفت کار سرک آبکمری تا مرکز شهر قلعه‌نو خبر می‌دهند. انجینیر سید عبدالله حمایت رئیس این اداره می‌گوید بر اساس برآوردهای صورت گرفته کار آسفالت این سرک مطابق به زمان تعیین شده آن به اتمام خواهد رسید. کار سرک ولسوالی آبکمری طوری که به جریان قرار دارین 16 کیلومتر آسفالت از قلعه‌نو تا آبکمری مدت تقریبا 3 ماه میشه کار از عملاً به ساحه جریان داره و خوشبختانه کار از مطابق با پلان ما پیش میره و تا فعلا کدام مانی اجتماعی یا مانی امنیتی سر در رایز پروژه نشده. از سوی دیگر باشندگان بادغیس تاکید دارند که دولت باید توجه بیشتری به ولایات دورافتاده داشته باشد. این افراد میگویند در صورتی که راه‌های مواصلاتی آسفالت شود، دهقین میتوانند محصولات خود را به قلعه‌نو و دیگر ولایات به فروش برسانند. ما نهایت خرسندیم از اینکه در چند ماه آینده دارای سرک پخته و استاندارد بشیم و نهایت خوشحالیم از دولت و از شرکت و مؤسساتی که به این زمینه همکاری کردند. در این حال مسئولین شرکت سازنده این سرک میگویند قرار است سرک قلعه‌نو و ولسوالی آبکمری به صورت اساسی آسفالت شود. به گفته مولوی عبدالرازق رسولی مسئول این شرکت، این جاده به طول 16 کیلومتر با هزینه 250 میلیون افغانی آسفالت می شود.